الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستای عزیز، برای یک انسان مسلمان شناخت الله سبحانه و تعالی در اولویت همه چیز قرار داره و در قسمت از این که ما الله را چه قسم بشناسیم، شناخت الله سبحانه و تعالی از قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه. الله سبحانه و تعالی در آیت 110 سوره اسراء میفرمایند که قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم برای امت اسلام که شما اگر به نام الله صدا بکنین یا ندا بکنین یا طلب بکنین به نام الرحمن، هر نامی از نامهای الله را که شما طلب بکنین، فله الاسماء الحسنى، پس الله سبحانه و تعالی دارای نامهای بسیار نیک هست. در اینجا لام فلهو، لام اختصاص است که یعنی مخصوص الله، یک تعداد نام های هست که او را اسماء الله الحسنا میگن و علما میگن که الاسماء الحسنا لفظ معرفه هست، الاسماء الفلام تعریف هست، به این معنا که نام های الله سبحانه و تعالی معرفی شده و معلوم دار است و امین نام هایی که معرفی شده و معلوم دار است باید به این نام ها از الله سبحانه و تعالی خواسته شود و نام های دیگی انسان مسلمان باید به این اضافه نکنه، به خاطر از این که نام هایی که الله بر خود اختیار کرده و رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر داده ای به جلال و عظمت الله سبحانه و تعالی شایسته هست. اما اگر کسی دیگه یک نام را اضافه میکنه، مشکلش دیگه است که شاید در اون نام معانی دقیق نباشه و یا در اونجا مثلا از نگاه دلالت مشکلاتی داشته باشه که به ذات الله سبحانه و تعالی شایسته نیست و به می خاطر علما میگن که نام های الله توقیفی هست. توقیفی به این معنا که آنچه در قرآن و سنت آمده هست به او توقف بکنیم و از خود زیاد و کم نکنیم. تعداد نام های الله سبحانه و تعالی چقدر است؟ یک حدیث شریف است که امام احمد بن حنبل رحمه الله روایت میکنه، عن عبد الله قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه که عبد الله رضی الله عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که ما اصاب احدا قط هم ولا حزن، میگه برای هیچ کسی یک غم و یا جگرخونی برای یک کس پیدا نمیشه مگر اینکه انسان میگه، دعا میکنه به بارگاه الله، میگه اللهم یا الله اینی عبدک، من بنده تو هستم، ابن عبدک، من پسر بنده تو هستم، یعنی پدرم هم چیست؟ بنده تو هست، ابن عمتک و پسر مادری هستم که او هم بنده تو هست، پس من خودم هم بنده تو هستم و والدینم هم بنده های تو هستن، ناسیتی بیدک، یعنی پیشانوی ما و تقدیر ما و آنچه که بر ما هست کلش در دست تو هست و در تصرف تو هست، ماذن فی حکمک، جاری هست در مورد ما حکم تو، یعنی آنچه که تو حکم میکنی، زندگی، مرگ، صحت، عافیت، هر چیزی که هست این حکم تو در وجود ما تطبیق میشه، عادل فی قضاءک، عادلانه هست در مورد ما قضاوت تو ای الله،
بعد از دعا میکنم، یعنی وقتی که بندگی خدا به الله بیان میکنه باز دعا میکنه، اسالوک میگه من سوال میکنم از تو، بکل اسمن به تمام نام هایی که هو لک بر تو هست، یعنی توسل میکنم. یکی از توسل مقبول و درستی که هست امی هست که انسان به الله سبحانه و تعالی توسل میکنه با نام هایش و با صفاتش. و رسول الله صلی الله علیه و سلم امیر میگه که من توسل میکنم، یعنی سوال میکنم، بکل اسم به تمامی نام هایی که هو لک بر تو هست. خب آل نام های الله که ما توسل میکنیم و از الله میخواهیم که بالای ما رحمت خدا بفرسته، اینا چقدر هستن؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که هر نامی که سمیت به نفسک، که ذات با عظمت خود با اون نام ها خودت مسما کردی، خودت گفتی که این نام های من هست. او علمته احد من خلقك، یعنی یا تعلیم دادی به یکی از مخلوقاتت. پس نام های الله همون نام هایی است که الله سبحانه و تعالی خود به او مسما کرده، او را به یکی از بنده هایش که این بنده هایش کی هست؟ مثلا به ملائکه، بعضی نام ها را به ملائکه گفته، بر ما نگفته. بعضی نام هایی هست که شاید به پیغمبرهای دیگه گفته هست و بر ما نگفته هست. او علمته احد من خلقی، او انزلته فی کتابک، یا اون نام هایی که نازلش کردی در کتابت، یعنی توسط وحی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم در آیات قرآن بیان شده هست و یا در وحی خفی که احادیث صحیحه هست در او آمده هست. پس اینجا دو قسم نام ها شد، نام هایی که به یکی از مخلوقاتش الله را تعلیم داده، دوم نام هایی که الله سبحانه و تعالی او را در قرآن سنت بیان کرده هست. او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا او را یا الله نام هایی که در علم غیب خود او را حفظ کردی. پس نام هایی که در قرآن و سنت ذکر شده 99 نام است. بغیر از این 99 نام، نام های دیگه هم هست. بلی در این حدیث شریف میگه که او علمته احد من خلقک، یعنی نام هایی است که به یکی از مخلوقاتت او را تعلیم کردی، او را بغیر از این گفته، بغیر از آنچه که نازل شده قرآن و سنت. پس بعضی نام های الله هست که او را به ملائکه و یا مثلا به بعضی پیغمبرها یا با آدم علیه السلام یا با نوح علیه السلام با اونا گفته هست، لکن در قرآن و سنت نامده هست. او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا قسم سوم نام هایی است که الله در علم غیب خود حفظ کرده، اون نام های خدا برای هیچ کس نگفته. پس از این معلوم میشه که این سه قسم نام های الله شد، یعنی آل تعداد نام های الله چقدر است ما نمیفهمیم، اما قدر میفهمیم که در قرآن و سنت نازل هست ما میفهمیم و به اساس از او از الله تقاضا میکنیم، اما کل ازیر نمیفهمیم. وقتی که انسان دعا میکنه باز به تمام نام ها از الله طلب میکنه و توسل میکنه با این نام ها، باز میگه که انت جعل القرآن ربیع قلبی، که یا الله قرآن عظیم شانه یا ربیع قلب ما بساز، یعنی مثل که یک چشمه انسان آب میته زندگی میته، امی قرآن عظیم شانه ربیع قلب ما بساز و نور صدری و نور سینه ما بساز و جلاء حزنی و دورکننده جگرخونی های ما بساز و ذهاب همی و دورکننده همو تشویش های ما بگردن. بگه اگر رسول الله صلی الله علیه و آله اگر کسی امی قسم دعا بکنه در وقت سختی ها و مشکلات و درد ها و رنج های خود، الا اذهب الله همه و حزنه، مگر اینکه الله سبحانه و تعالی چونین توسل کرد با نام های الله، الله چی میکنه؟ میگه امی غم و تشویش و فکرهای غلط و یارو کلش اثرش دور میکنه.
و ابدله مکانه فرحا. و در مقابلش الله سبحانه و تعالی بر از او چی میده؟ تبدیل میکنه خوشی ره. اصحاب رسول الله سلام گفتن که ای رسول الله سلام علا نتعلمها، آیا ما ایره یاد نگیریم و به دیگرها تعلیم نتیم؟ رسول الله سلام گفت بله، یم بغیل من سمعها، شایسته از برای کسی که میشنسن ان یتعلمها، که نام های الله را یاد بگیره و مطابق ازی عقیده داشته باشه و مطابق ازی زندگی بکنه. پس دانستن نام های الله، از یک عالم دانشمند پرسان کردن که امی خلاصه اسلام برای ما بیان بگو، این عالم و دانشمند متخصص برش میگه که میگه امی خلاصه اسلام در یک جمله برای ما بیان بگو، و برش میگه که خلاصه اسلام در یک جمله ای هست که نام های الله را بشناسی، مطابق از او زندگی بکنی، یعنی عقیدت مطابق از او باشه و مطابق از این نام ها چی کنی؟ زندگی بکنی. یاد گرفتن نام های الله، یاد گرفتن صفات الله، آیا ای بالای ما فرض است یا چی حکم داره؟ در قسمت ازی علما میگن که این فرض عین است، یعنی یاد گرفتن نام های الله، یاد گرفتن وحدانیت الله و صفات الله، این سر هر انسان فرض عین است، فرض کفایی نیست. یعنی فرض علما دو قسم تقسیم میکنن، میگن یکی فرض عین است و یکی هم فرض کفایی. فرض عین هی است که بالای هر شخص، بالای عین به معنای هر فرد، بالای هر فرد، بالای خودش فرض است و کسی دیگه از او نیابت کرده نمیتونه. مثلا نماز سر هر کس فرض است، کسی دیگه نمیتونه از یک کس نماز بخونه، خود هر کس باید نماز خدا بخونه، خود هر کس باید روزه رو بگیره، این فرض عین است. اما یکی فرض کفایی هست که مثلا اگر یک کسی ادا میکنه باز از گردن کسی دیگه ساقط میشه. مثل چی؟ مثلا نماز جنازه هستی رو میگن فرض کفایی هست، اگر یک تعداد جنازه یک کسی رو خواندن از گردن دیگرها ساقط میشه، این فرض کفایی میگن. پس یاد گرفتن نام های الله این فرض عین است. چی دلیل داریم؟ میگه دلیلش این آیت شریف است که الله سبحانه و تعالی میگه که فعلم، در سوره محمد آیت 19 هم میگه که فعلم، پس علم حاصل بکن، انه لا اله الا الله، یقین است که نیست هیچ کسی مستحق از اینکه ذاتش عبادت شود و احکامش اطاعت شود الا الله، بغیر از الله. اینال دانستن از این بالای هر انسان مسلمان موحد یکتا پرست، این فرض عین است. چرا اگر انسان این یاد نداشته باشه از نگاه عقیده منحرف میشه. پس ما و شما وقتی که آیت قرآن میگه اقیم الصلا، شما نماز بخوانید، ما و شما پنج وقت وضو میکنیم و پنج وقت نماز میخوانیم، بر وضو و بر نماز چقدر وقت میتیم؟ اگر 15 دقیقه وقت بتیم، 5-15 دقیقه در یک شبانه روز چقدر میشه؟ اینال وقتی که الله متعال میگه که فعلم انه لا اله الا الله، یک امر اعتقادی هست. برای رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر وقت داده بود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه مکرمه الله را برای مسلمان ها، برای صحابه تشریح میکرد و معرفی میکرد. چرا؟ این فرض است. بعضی از علما میگه که اول فرض فرضه الله تعالی علی خلقه معرفته، اولین فرضی که الله فرض کرده بالای بنده های خود معرفت الله است. الله را چه قسم میشناسیم؟ از خلال نام ها و صفاتش میشناسیم. فاذا عرفه الناس، اگر مردم الله را بشناسن، عبدوه، او را عبادت میکنن، فینبغی للمسلمین، پس میگه شایسته هست برای مسلمان ها
ان یعرفوا اسماء الله و تفسیرها، تا که مردم نامهای الله را بشناسن و تفسیر و معنای این نامها را بفهمن و ای که با این نامها چه قسم زندگی بکنم. مثلا وقتی ما یک نام از نامهای الله را میشنوم با او چه قسم عقیده بکنم و با او چه قسم زندگی بکنم که تا من بنده الله باشم. فیعظم الله حق تعظیمه، حق عظمته. پس میگه که پس در این صورت باز اینی شخص الله سبحانه و تعالی را، عظمت و بزرگی الله را مراعات میکنه به مشکلی که حقش است که باید عظمت الله سبحانه و تعالی تعظیم شود، الله به مو شکل او را تعظیم بکنه. اگر کسی نامهای الله را یاد گرفت سبب چی میشه؟ سبب اجابت دعا هست. بعضی اوقات ما دعا میکنیم ولی دعای ما قبول نمیشه. چرا قبول نمیشه؟ چرا نامهای الله را درست نمیفهمیم که با اون نامها به الله توسل بکنیم و مطابق از او زندگی بکنیم تا الله بالای ما رحمت بکنه و دعای ما را بپذیره. یکی از علما میگه که الاسماء الحسنى اعظم الاسباب لاجابه الدعاء. میگه اسماء الله الحسنى بزرگترین سبب برای قلب پذیرش دعا هست.